سلام، من مهدی هستم. دین چیزیه که من توش تحقیق بکنم، ولی این بستر برای من فراهم نبود و میتونم بگم که دین من اکتسابی بود، نه تحقیقی. دقیقا در یه خانواده مسلمون به دنیا اومدم و همیشه سوالم این بود، اگر من تو یه خانواده دیگه به دنیا میومدم، مثلا اگر من تو اسرائیل به دنیا میومدم، دینم چی بود؟ آشنایی من با مسیحیت برمیگرده به 18 سال پیش که تو یه دنیای تاریک و سیاه بودم. من متاسفانه اعتیاد پیدا کردم و با یه انجمنی آشنا شدم که یه سری اصول روحانی داشت و من تونستم باهاش 18 سال پاکی و بهبودی دنبال کنم تو اون انجمن. و اصول اون انجمن برگرفته از مسیحیت بود و من از اونجا با مسیحیت آشنا شدم. حال و هوای دوران اعتیاد نمیشه دربارش صحبت کرد، ولی فقط میتونم بگم آرزوی مرگ میکردم. به قدری حالم بد بود، آشفته بودم، هیچ احساسی نبود، خسته شده بودم و توی دنیای تاریک و تو انزوا زندگی میکردم، پر از درد و آشفتگی و ترس و نگرانی. اصولی که تو اون انجمن یاد گرفتم، شروع کردم به انجام دادن و دیدم خیلی کاربرد تو زندگیم داره و از اونجا فهمیدم این اصول از مسیحیت برگرفته شده. البته تو اون اصول هیچ صحبتی از هیچ مذهبی نمی کردن که آقا شما چه مذهبی داشته باش، فقط انجام اصول مهم بود که من بتونم پاک بمونم، با خودم کنار بیام. و از اونجا فهمیدم این اصول برگرفته شده از مسیحیت و بنیانگذار اون انجمن حدود 85 سال پیش خودش مسیحی بوده، این راه را دنبال کرده بود و من هم دنبال کردم. و وقتی نتایج تو زندگی دیدم و من چیزی که کار می‌داره قبول دارم و از اونجا شروع کردم کتاب خوندن و با مسیحیت آشنا شدم. اولین باری که تصمیم گرفتم مسیحی بشم خوشم اومد از اصول. البته کتاب مقدس رو خوندم، زیاد چیزی ازش سر در نیاوردم. میدونید مراحل رشد و به درک رسیدن 3 پله داره. اول من فقط شنیدم، کتاب رو خوندم و شروع کردم از کسایی که حالا سر رشته داشتن تو مسیحیت سوال پرسیدن و از بچه های اون انجمن تحقیقات کردم. کتاب مقدس همه چیزش برای من دوست داشتنیه. من سعی کردم کتابا چند دوره بخونم و دربارش تحقیق بکنم و از آدمایی که حالا میتونستن به من کمک کنن کمک گرفتم. ولی تو کتاب مقدس تو مرتبه چیزی که بخوام بگم عشق بود و بعد نوشتم و حالا برا اون حامیی که داشتم شب به شب من میخوندم، کسی که این مسیر رو زودتر از من رفته بود، آگاهی داشت که همونجور که تو کتاب مقدس میگه ما اعتراف میکنیم برای یک نفر دیگه و اون یک نفر مهمه که پارسا باشه. برای من اینجور بود که اون آدم آگاه حرفای منو میشنید. اولین اتفاقی که برای من میافتاد این بود که من از تو انکار میومدم بیرون، خود واقعی ما به همون شکلی که بودم میپذیرفتم و بعد با اقرارش دیگه نمیتونستم اونا رو انکار کنم. بعد از راهنماییاش استفاده میکردم و میدیدم تو زندگیم کار میکنه و روز به روز اوضاع و احوال زندگی من، اوضاع جسمی، روحی، فکری و روانیم بهتر شد و از اونجا بود که انتخاب کردم این دین رو داشته باشم.
مشکل و سختی و درد و سر تا دلتون بخواد. چون من یه جای زندگی میکردم که متاسفانه اونا میخواستن به من بگن که من چه باوری داشته باشم، من چه اعتقادی داشته باشم، من چه درکی داشته باشم و من چه دینی داشته باشم و به مشکلات زیادی برخوردم. مشکلات از اونجا شروع شد که حالا درگیر مسائل قضایی شدم. این یه قسمتیش بود. یه قسمتیش این بود که نمیتونستم تو جمع حرف بزنم، یعنی هر چیزی که برخلاف باور و اعتقاد بقیه بود برا من جرم بود. من توی خانواده مذهبی به دنیا اومدم و به شدت متعصب بودن و اصلا حاضر نبودن چیز دیگه یا بشنون. ببینید، من خودم از بچگی خیلی سوال برام پیش می اومد، خیلی تضاد پیش می اومد و متاسفانه کسی جواب سوالات من را نمی داد و کار من به یه جایی رسید که من حتی یه زمانی قبل از اینکه ایمان بیارم حتی خدا را انکار کرده بودم، چون خیلی آسیب از این قضیه دیده بودم. اینا چیزایی بود که منو خیلی آزار میداد و اینا باعث شد که من یه روز تصمیم بگیرم که آقا من نمیتونم اونجا زندگی کنم و مجبور شدم که حالا مهاجرت کنم و به یه جایی بیام که به خود من، به باورام، به اعتقادام احترام بذارم. ببینید، من از لحاظ روحانی مرده بودم. منم مثل بقیه آدم راه میرفتم، میخوابیدم، غذا میخوردم، ولی از لحاظ روحانی مرده بودم. دیگه هیچ احساسی نبود و اگه بخوام تو یه جمله بگم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. من دوباره تولد پیدا کردم تو مسیح. اگر بخوام از تجربه خودم بگم، اینه که همه چیز رو به چالش بکشید، شک کنید، چون شک نقطه شروع ایمان آوردنه. ببینید، من یه دین به من داده بودن و میگفتن این بهترینه و از این بهتر نداریم و به من اجازه نمیدادن که من برم درباره دین دیگه تحقیق بکنم. پیشنهادم برای دوستام اینه که برید تحقیق بکنید، مثل من چندین سال تو غفلت نباشید، مذهبتون اکتسابی نباشه، تحقیقی باشید، تحقیق کنید، بعد نتیجه تحقیقتون میشه ایمانتون. قبل از اینکه ایمان بیارم تو دنیای درد بودم و در حین ایمان آوری دو مرتبه درد بود ولی امید هم بود. درد بابت چی بود؟ درد بابت این بود که هر تغییری که تو زندگی قرار باشه اتفاق بیفته همراه با درده. شک، دودلی، همه اینا بود. میدونی همه باورای من قرار بود به چالش کشیده بشه و باورای جدید جایگزین بشه و این تغییر باور همراه با درد بود. ولی اتفاقات و معجزاتی که تو این کشمکش اتفاق افتاد امید هم بود، چون من میدیدم که حالم داره روز به روز بهتر میشه. من تونستم به بزرگترین آرزوم که نزدن مواد بوده دست پیدا بکنم، خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو بپذیرم، عشق رو تجربه کنم، دوست داشتن رو تجربه بکنم و رابطه خوبی با خودم، با خداوند و با دیگران داشته باشم. امروز نمیگم تو زندگی مشکلی نیست، مشکلات همیشه هستن، ولی من دیگه اون آدم قبلی نیستم. من یاد گرفتم مشکلات ها بپذیرم و در راستاشون حرکت بکنم و به خداوند و به عیسی مسیح ایمان داشته باشم و کمک بخوام تا بتونم روز به روز به مشکلاتم فائق بیام.